با ما همراه باشید با ایران آزادی. اسناد افشاگر و نقش انکارناپذیر خامنه ای. افشای سند اطلاع خامنه ای بر رژیمش از حمله 7 اکتبر، مقاله‌ای از روزنامه نیویورک تایمز در 21 مهر ماه 1403 نشان می‌دهد که اسناد کشف شده حاکی از تلاش‌های حماس برای متقاعد کردن حکومت ایران به پیوستن به حمله 7 اکتبر هستند. این اسناد از یک کامپیوتر متعلق به حماس در ماه ژانویه در خان یونس کشف شدند. این مدارک جزئیات حمله و همچنین تلاش‌های یحیی سنوار برای جلب حمایت حکومت ایران و حزب الله لبنان برای پیوستن به حماس در این حمله یا حداقل درگیر شدن در یک جنگ منطقه‌ای در صورت وقوع حمله حماس را شامل می‌شوند. اسناد شامل صورت جلسه‌های 10 نشست مخفی بین رهبران سیاسی و نظامی حماس هستند که برای طراحی حمله برگزار شده است. جزئیات این اسناد که شامل 30 صفحه بوده و تاکنون محرمانه مانده‌اند، نحوه برنامه ریزی رهبری حماس و آمادگی های آنها برای این حمله را نشان می‌دهند. بر اساس این اسناد، حماس ابتدا قصد داشت حمله را که با نام رمز پروژه بزرگ شناخته می‌شد در پاییز 2022 انجام دهد. با این حال، به دلیل تلاش برای متقاعد کردن حکومت ایران و حزب الله به پیوستن به این طرح، حماس تصمیم گرفت زمان اجرای آن را به تعویق بیندازد. در ژوئیه 2023 حماس یک مقام ارشد را به لبنان اعزام کرد. او در آنجا با یک فرمانده ارشد حکومت ایران ملاقات کرد و از او خواست تا در هدفگیری اهداف حساس در این طرح به حماس کمک کند. اسناد فاش شده و انکار ملایان. فرمانده ارشد ایرانی به نماینده حماس اعلام کرد که حکومت ایران به حزب الله به صورت اصولی حمایت خود را از این طرح اعلام می کند، اما برای آماده سازی بیشتر به زمان نیاز دارند. این اسناد نشان نمی دهند که جزئیات این طرح به طور کامل به متحدان حماس ارائه شده است یا خیر. نیویورک تایمز می نویسد که بر اساس اسناد قرار بود در جلسه بعدی جزئیات بیشتری درباره این حمله با حسن نصرالله رهبر حزب الله بررسی شود. با این حال مشخص نیست که این جلسه برگزار شده است یا خیر. همزمان حکومت ایران پیشتر اعلام کرده بود که از تصمیم حماس برای حمله به اسرائیل مطلع نبوده است. نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل در واکنش به گزارش نیویورک تایمز و بالستریت جورنال هر گونه ارتباط جزئی یا کلی میان حکومت ایران و حزب الله با حملات حماس را رد کرده و این گزارش ها را به عنوان سندسازی بی اساس تلقی کرده است. نیویورک تایمز همچنین به گزارش هایی اشاره می کند که نشان می دهند ارتش اسرائیل از طریق اسناد به دست آمده از جلسات حماس به این نتیجه رسیده است که این گروه حداقل 1 سال قبل از حمله به اسرائیل قصد حمله را داشته است. این حمله به دلیل تلاش برای کسب حمایت حکومت ایران و حزب الله به تعویق افتاد. باز هم انکار. در ادامه نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل ادعا کرده است که مقامات حماس در دوحه اعلام کردند که از این عملیات بی اطلاع بودند و طراحی، تصمیم گیری و مدیریت این عملیات تنها بر عهده شاخه نظامی حماس در غزه بوده است. نیویورک تایمز گزارش داده که اسناد جلسات حماس بین رهبران آن گروه پیش از حمله 7 اکتبر به دست ارتش اسرائیل افتاده است. بر اساس این گزارش، اسناد مربوط به 10 جلسه که بالغ بر 30 صفحه بودند در اواخر ژانویه سال جاری از یک کامپیوتر متعلق به حماس کشف شده است. این کامپیوتر در جریان جستجوی نیروهای اسرائیلی در یک مرکز فرماندهی زیرزمینی در خان یونس در جنوب غزه پیدا شد. رهبران حماس پیش از این جستجو از محل فرار کرده بودند. اسناد نشان می‌دهند که حماس قصد داشته حمله خود را حداقل 1 سال زودتر انجام دهد، اما برای کسب حمایت مستقیم حکومت ایران و حزب الله زمان حمله را تا اکتبر 2023 به تأخیر انداخته است. در این جلسات یحیی سنوار نیز حضور داشته و از برخی از حاضران
با اسامی مستعار یاد شده است. با توجه به این اطلاعات، ارتباط حکومت ایران با حملات حماس به اسرائیل که پیشتر تکذیب می شد بیشتر مشخص می شود. این موضوع می تواند پیامدهای جدی برای حکومت ایران داشته باشد. در این اثنا نقش حکومت ایران در تحریزی و تأخیر حمله به وضوح دیده می شود. هرچند نمایندگان حکومت ایران همچنان هر گونه ارتباط مستقیم را رد کردند.